تا بزن اونجا. سلام، امیدواریم که حالتون خوب باشه. امروز بعد از یه ولاگ خیلی خوب که رفتیم گرفتیم از صبح درگیرش بودیم، شب اومدیم یه رستوران بین‌المللی که غذای بیشتر دنیا رو داره دیگه، درسته؟ آره، اکثرا اصلا غذای ترکی داره، غذای عربی داره، غذای ایتالیایی داره، دلمه داره، اولین شب عید دیگه، اولین شب عید گفتیم با شما دوره هم باشیم، دوره هم باشیم. غذاهای عجیب و غریب زیاد هستش. این نونه تونده نه؟ نه، سالاده چیزه. میخوایی سن؟ سلام. میخوریم، میخوریم. بله، از این نون عربی هم بخور. چرا؟ ولی نه اصلا فیوریت باشه، خیلی واو باشه. نه خیلی زیاد. بد نبود، ولی اونجوری که تو خیلی دوست داری نه، اونجوری نبود. سلام به عزیزای دل. الان چیه؟ نونو، آووکادو و تخم مرغ. نون، آووکادو، تخم مرغ. بچه امروز میریم، امروز که نه، الان یعنی یکم بعد میخواییم بریم کل رستوران رو بهتون نشون بدم. یکی از رستوران های خوبه اینجاست ماما دولارس، درست گفتم؟ اسم رستورانه که همه غذاها رو داره دیگه. خیلی غذاهای خوشمزه. این خیلی جالبه. این تخم مرغ آبپز با آووکادو و نون توست. به یه سبزیجات مثل پیازش هست. فکر کنم پیازش هست. خیلی جالبه. سالادش پنیر هم داره، من میگم خوبه. همون سالاد یونانیه یا؟ سلام علیکم. ولی سالاد یونانیه. خب نتون بشم. جاتون خالی. ولی توش نخود داره. و هم زیتون که اوکی. بله، لذت همه این سوسا هم خوشمزه هست. سوسا های مختلف با مزه های مختلف. خیلی خوشمزه بود. این چیه؟ سبزیجات زلزله. خیلی ترکیب خوبیه. چی بود؟ سس سبزیجات و اینجور چیز هست. اینه؟ فلافله؟ نه. سبزیجات هست. مثل کفته کباب. کباب تابعی؟ آره، یه سس اون مایه میشه. ساله با این نونای عربی اینجوری وسطش کباب تابعی طوره یا خیلی دیگه کباب هم کچه که ایران داریم کباب لغمه، کباب لغمه یادم نمیاد، کباب لغمه است با این اونای عربی که وسطش فکرم اینا هم میذارن. آره دیگه، اون سالاد مخصوصش. یه سالاد اینجوری داره، بده بخورم. سب کن. اینا چیه؟ مثل همون سبزیجات. سالاد عربیه چی بود؟ من گفتم دوست دارم فتوش. این فتوششونه. فتوشه. نمیدونم، این سبزی عجیب غریبه که این خیلی طعم خاصی داره. چیز دیگه تو بگو. مثل جعفریه. بذار من بخورم ببینم ببینم خوشمزه است. جعفریه ولی فرق میکنه مدلش با جعفریه ما. خیلی ریزش داره. این جعفریه تایلندیه. جعفریه تایلندیه. هرچی هست خوشمزه هست بچه هم. حتما اومدید تایلند امتحان کن. نه دیگه فکر کنم هر جایی میتونن امتحان کنن. آره. بعد این سالاد رو. سالاد رو همینجوری بریزی توش دیگه. خیلی خوبه. سالاد رو همینجوری هم بخوری خوبه. سوس نداره. اینا
اینو بیشتر پیشنهاد می‌کنید؟ همون سوسیس اون این از همون بهتره. بیگونه؟ ممکنه بیگون باشه، نمیدونم خواهد بیگون باشه. این مثلا سوس ارده است. چهار مدل هم سوس داره. این سوس سبز رنگش بی نظیره. فلفل و سبزیجات و روغن زیتون و اینا رو فهمیدم توش داره از مزه‌اش. بقیه‌اش رو دیگه نمیدونم چی داره. من خالی بخورم ببینم. من خوردم. باید خوشمزه است. خیلی. تکه هم خوشت نمیمد از مزه. خب بود؟ بچه این اولین لایو رسمی ما توی یوتیوب حتما نظراتتون رو بهمون بگین برای بهبودش، چیزی که میپسندین، چیزی که دوست دارین، اتفاقات که دوست دارین داخلش بیافته. مرسی همچنین برای شما، انشالله سال پربرکتی باشه با دلی شاد کنار خانواده هاتون. همیشه هیجان دارم که برم تو رستوران، یعنی توی آشپزخونه. همین یکی بچه ها اگه ببینید آشپزخونه اینجاست. یه ذره کش کن دوربینو وسط رستورانه. بعد اینکه غذا تمام شد قرار شد که بریم توی آشپزخونه، آشپزخونه رو ببینیم چجوری غذا رو درست میکنه. هلو پت، هاو آر یو؟ Thank you, Pat. Welcome my life. بچه پت از دوستای تایلندی ما توی تایلنده. تازه پیداش کردیم. تازه باهاشون آشنا شدیم. ایشون هم مثل ماست کار برنامه نویسی میکنه و ادمین سوشیال مدیاست توی تایلند. و برای خیلی از کارخونجات بزرگ سایت های فروش در رایی میکنه. We are in Mama Dolores. Mama Dolores restaurant. کجا میشه منطقهش؟ ساتورن سویوان. سویوان. حالا حتما بچه ها توی توضیحاتش لوکیشن این جاهایی که میریم و سعی میکنیم بذاریم. یه روزی گذرتون افتاد تایلند، اینجا رستوران هایی هستن که خیلی گشته شده پیدا شده. حالا کار ما نبوده، کار پدرام جان دوست عزیزمون بوده که اطلاعات تایلندش رو واقعا خالصانه مخلصانه در اختیار ما گذاشته. ما نمیدونیم چجوری جبرانش میکنیم این همه محبت رو، ولی واقعا خیلی کوههای عظیمی رو از سر راه ما برداشته برای پیدا کردن اینجور جاها. واقعا ممنونیم ازشون. اینم یه نون عربیه ولی چی دوش راش؟ زعتر، ادویه عربیه. یه ادویه خاص عربیه که خب خیلی ها دوستش دارن. مثل زیره است، خیلی تونتره ولی. ولی من جز اون خیلی ها نبودم که دوستش داشته باشم. البته بعدم هم نیومد ولی مزه واو نداشت. ترشی جالبی داره. گرد لیمو هم داره.
احتمال داره داشته باشه. احتمالاً باشه. باشه. اگه اینکه همیشه قاطیه دیگه سرسر دیگه اون آقا بیا. من دارم هیلز میخورم. نمیتونم بخورم. نگو کسی شدی. واقعا نمیتونم. دارم نمیتونم بخورم نمیتونم. کم کم بخوری. امیدوارم بتونم. کم همو گذاردم یه آقریه رو خوردم. مثلا یه تیکه تیکه کوچولو یواش یواش سبک تایلندی 5 ساعت میشینیم یه جا. اینم بابا اینم بابا اینم بابا بروشه تاس بگیم. خیارایی که توی ایران هست چی گفت؟ خیارهایی که توی ایران هست خب اینجا من ندیدم موقع فروختن جایی پیدا نکردم. ندارم؟ من اینجوریش رو نهیدم با این پوست دقت نکردم. خب شاید تو فودلند داشته باشه تو من یکی از تخصصم خیاره. آخرین مدرکم تو دانشگاه آکسفورد در مورد خیارشناسی گرفت. عالی بود. آره اون که عالی بود. نمیدونم شاید هم خیلی وقت بود که نون نخورده بودیم. بچه تو تایلند نون نیست. اگر هم هست خیلی گرونه. اصلا هم استفاده این نون ندارم. توست داری یا؟ اکثرا نون توست. خب نون توست هم به نوبه خودش گرونه. این صفحان گرونه. نه هم با اقسام برنج و جایگزین نون توست کرده. نون کرده. ذهنیتشون اینه که توی تایلند غذا برای خوردن پیدا نمیشه جز KFC و مکدونالد. غذای خودشون هم که ذهنیتشون اینه که خب اکثرا شنیدم که دارم میگم ما جک و جونو بردارم میخورن یا غذاهاشون قابل خوردن نیست برای ما و اینا. ولی در صورتی که هر نوع غذایی که فکرشو بکنی اینجا میتونی پیدا بکنی و گرسنه نمیمونی اینجا. خیلی از ایران با کنسرو اینا میان. آها همونو میخواستم بگم که شاید تصورت هم این باشه که باید رستوران های آنچنانی بود برید پول های آنچنانی بابت این غذاها پرداخت کنید که این هم تصور اشتباهیه. ما دیروز به صورت شانسی یه جایی رفتیم که فودکورت بود. فودکورت یه پاساژی بود. رفته بودیم خرید جزئی بکنیم. بعد گشنمون بود. گفتیم بریم یه چیز پیدا. شانسی خیلی شانسی رفتیم که رستوران. دو پرس غذا خوردیم شد 70 بعد. اگر به پول ایران امروز حساب بکنید چیزی هلوهش 90,000 تومن. دو پرس غذا مون شد. هر دوتا مون هم سیر شدیم. مقدارش هم کافی بود. لذتش هم کافی بود. بسیار بسیار غذای خوشمزه بود. من مرغ و برنج خوردم. بهار مرغ ادویه دار با برنج خورد. خیلی خوشمزه بود. اینم مبلغش. یعنی حتما لزوما لازم نیست که اینجا هزینه زیادی بکنید تا غذایی که ما دوست داریم رو بتونید پیدا کنید. تو اکثر فود کورت ها هم هستش. به هیچ عنوان لازم نیستش که فقط مکدونالد و KFC بخورین که واقعا آشغالترین غذاهای دنیا. یه سوال دیگه هم شاید براتون اینجوری باشه که ما زبونشون رو بلد نیستیم. خب چی سفارش بدیم؟ توی همون فود کورت ها همه چیز هم انگلیسیش نوشته شده بود هم عکساش گذاشته شده بود. دیدم که یه تیکه برنج کنارش هم مرغ معمولیه همونو سفارش دادم. یعنی اصلا نوشته بود که چیه دیگه. آره داخلش هم پایینش هم اصلا محتویاتش رو نوشته بود
و خیلی از جاها هم حتی نوشته که حلاله یا ذبح حلال نیستش، اینم نوشته داخلش. و حتی اگر زبان انگلیسی هم بلد نباشی یا مثلا انگلیسی هم ننوشته باشه، قطعا میدونی دیگه گوگل ترنسلیت یه قسمتی داره که میتونی از روی دوربین مثلا ویدیو بگیری برای ترجمه میکنه از روی نوشته‌های تایلندی، حالا یا به هر زبان دیگه‌ای که باشه تو کل دنیا. ما از این روش هم خیلی داریم استفاده میکنم. مثلا توی فروشگاه نمیدونیم که مثلا اینی که داریم میخواییم دقیقا چیه، از گوگل ترنسلیت استفاده میکنیم. چی شد؟ ماما سی تو مامی من اینقدر جا دارم گذاشتم برای ترمان چه ترکیب مزه عالیه بهار. بگو وسط حرف زدم این یه دفعه انقدر ذوق زده شد. آخه بچه ها هیچی نداره، یه تیکه پنیره... کوچولو میخوام یه نبا یه کامل تا آخر گذاشته بود چی بود؟ نمیدونم حال میخونیم نه الان میتونی اینو بزنی نه ببین. اینو نه این وضعیت کامنت ها رو مشخص میکنم. آقا نوشته بودی سلام خوبی، نوشته بودی من الان تایلند نیستم، خیلی دوست داشتم بخونم چی نوشتی. رفتش کامنتتون، نمیدونم چی رو بخونم. چجوری اینجا نمایش نمیده؟ اگر میتونی دوباره بنویس ما سریع بخونیمه. این همون سالاد شیرازی خودمونه بهار با پنیر پیتزا، ولی خیلی ترکیب عالی بود. نه؟ واو نه بود. خیلی واو بود. خیلی واو بود. خیلی خوب بود. دمت گرم. عالی بود. من اونو مثلا بیشتر دوست داشتم. بیا اصلا اشکال نداره. تو اینو میذاری تو بشقاب من، من اونو میذارم تو بشقاب تو. نه من سیر شدم. اه. مثلا حیفه به خدا. این ترجم میگم یه سالاتی بخورم. گوجه فرنگی، پیاز، خیار، جعفری، نه خوشمزه است. آب لیمو با نون توست، یعنی نون توست شده. خیلی خوشمزه بود. نه خوب بود، ولی اینو بیشتر دوست دارم من. این آقا چیزه، این هموس؟ هموسه. زیرش هموس داره؟ اصلا آره دیگه، این سالات هموسه. آها نه ببخشید، اون که با نخوده ببخشید. نه یه دونه سالات دارن اسمش چیه؟ من اون تو رستوران همومت گفتم. همولا؟ بچه ها یه دونه تبوله. این تبوله همون ادویه هم روشه. آه بله درست بگید. بابا قانون چیز فتیشونه که توش تو جای بادم دون هم داره بکنم. اون یه چیزی داره بادم دون داره. فتیش یه چیزی تو مایه های نگاه فرق میکنه با این آقا. یه چیزی بین این سالات شیرازی با تیکه های نونه سرخ شده. این فتیشه. نظرت هم درست بگید. خوب شد گفتی. همینه. تبوله است. اسمش آدم نمیگو به حموله. ای بای ما چرا بار اصلا توجه به اینجا نمی کنیم، دایرکتر رو نمی بینیم. نوشتن من دوباره نایدم یعنی؟ آره اصلا کلا یه چیزای دیگه ای هم نوشته بودم و نایدم. نمیدونیم چجوری کامنت ها رو میتونیم دوباره ببینیم، ولی بعد هم تو در لایف میشه بکنم دید کامنت ها رو. نه آبجو چنگ واگان من دوست نداشتم، شیرین بود. لئو خیلی خوشمزه است. ساعت چنده؟ 9:25. 9:25 دقیقه در حقیقت. 9:25 دقیقه شب. این ولی توش کشمش داره. ولی اونی که من خورده بودم نداشت. این مغز بادوم زمینی هم نداشت. آره اینا رو خوردم. چشمه از این سیب زمینی خوردی؟ میخورم یه دونه. با شهد از این نونه؟ نه نمیتونم. اینم با همون پودره.
قرار سیب زمینی ها رو میخوام. بچه ها میخوام پیج رو عوض کنم کلا مثل تیسته بشه. خیلی کار سختی ها. چه بشم؟ یه بستگی رو صدیقه دارم. بله قطعا. الازاه چی؟ دوست خوش نظر چرا نمی کنی؟ سیرم؟ من یک نماز ما بخورم. چی نوشتم؟ اینقدر خوشمزه میل کردین دلمو خواست الهی دورت بگردم. کاش که امکانشو داشتیم براتون میفرستادیم. بچه خیلی چیزای ساده است. کلا تایلند آنجا بخاطر درست کردنش مثلا خیلی خوشمزه است. درست کردن بعضی از چیزها خیلی ساده است. زهرا جان مثلا همینی که میگم خیلی خوشمزه است. دقیقا سالاد شیرازی ما رو ریختن روی یه نون توست. همونطور بدون خیاره. نه نه خیار داره. خیار داره. پیاز داره اینا. این چیه؟ خیار و پیاز. این سالاد شیرازی ما. ریختن روی نون توست. روش پنیر ریختن و همون جوری ترشمزه. حالا یا با آب آبلیمو یا هر چیزی که برای توست مثلا یه دیگه نون باگت رو اینجوری بیارش بالا تو دست. نون باگت. نون باگت رو لازم نیستش که حالا حتما توستر داشته باشه اینا. توی مایتابه هم میتونید اینو برشش کنید یا توی فر. بعد خیار گوجه و جعفری و اینجور چیزا دیگه با یه ذرم پنیر پارمزان. حالا ایرانیزش بخوای بکنی خیلی چیزا میتونی، مثلا پودر نعنا میتونی روش بپاچی، میتونی پودر شیویت بپاچی، اینا خیلی خوشمزه ترش میکنه. ولی این جعفریه، گوجه فرنگی، خیار، پیاز، پنیر پارمیسانه با یه تکه نون باگت. بفرم شدم. بفرم کاملا کم هزینه میتونید الان تو خونه درست کنید. شب عیده اکثران فکر میکنم دیگه تو خونه اید دیگه، تایمش هم دارید. عزیزم گفتم آشپزخونه داره تعطیل میشه. نه نه یه اوردر دیگه چند نفر داریم تو 5 دقیقه دیگه. یه دونه سفر شده. خب بریم سمت بچه ها. بریم آشپزخونه با هم دیگه. بریم آشپزخونه و جاهای دیگه رستوران. قسمت داخلی داره، داخل فضای خونه ماننده. در حقیقت یه خونه رو برداشتن رستورانش کردن و خیلی هم جالب. با ما همراه باشید بریم. من با این هم انگلیسی باید صحبت کنم که خیلی هم نه. بریم دوبینه به چرخان رو اونوری بکن سلفیش کنیم براتون. نه دیگه آوتسایدش کنیم دوبینشو که بتونن ببینیم. خب بچه حاضرید میخواییم بریم توی آشپزخونه با حال اینجا ببینیم که چجوری. هلو 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 دارن غذاهایی که درست میکنن رو بهتون نشون بدیم. ها
بچه اینجا کلن محیط آشپزخونه شونه خیلی باحال و بامزه است. خیلی چیزش نکن که بتونن فضای کلیش رو ببینن. ببینید وسط رستوران که مثلا اون ته رستوران این دور تا دور آدم ها نشستن، وسطش یه فضایی رو در آورده مثل تنور. اینجا تنورشونه که جلوی چشم باشه، تنورشون هست، اون پشت ظرفشورخونه‌شون هست و آماده سازی های پیش غذا و غذا و همه چی یعنی همینجا انجام میشه. من حتی الان میتونم این چوبو بردارم غذایی که اون داخله رو هنوز نپخته رو بیارمش بیرون. وسط البته که تو هر کاری میتونی بکنی. بچه اینا رو میسوزونن توی تنور. ولی دارم خانومی میکنم. هیزم هاشون کنار. تا زمانی که بهار اینجوری خانوم هست بذارید خانوم نگه داریم. خیلی گرمه. بریم داخل فضای رستوران، فضای داخلی رستوران هم ببینیم. Do you want to make a little bit like a pizza? ایشون مدیر رستوران هستن، منیجر. بعد خیلی کمکمون کردن و خیلی مشتاقانه بهمون گفتن که خیلی دوست داریم که اینجا رو ببینید. الان بهمون گفتن که یه چیزی رو براتون همون جلوی چشمتون درست میکنیم، شما هم ببینید. خیلی هیجان دارم. از این خمیر نرموز که آدم دوست داره. این پیتزاشونه فکر کنم اگه اشتباه نکنم، خمیر پیتزا و طرز تهیه پیتزاشون. دلم میخواد خمیره رو از دستش بگیرم. گفت خیلی نرمه. یواش یواش بازش کن و گردش کن. حالا به چرخ رو سعی کن گرد در بیاری دیگه، یواش یواش داری بیزیش میکنی. آره این پیتزا در آخر میدونی که به خودمون میدم دیگه. حداقل دستاتو میشستی. ببین انقدر نرمه ها. اصلا دوستم تا صبح با این بازی کنم فقط. نه نگران نباشید، فکر کنم در آخر قسمت خودمون میشه، خودمون میکنم. داره تایید میکنه. بعد اصلا الان یه ذره چیز شد، چسب رنگی شد. باید بچرخونی دیگه. یه؟ آها. بعد حرکت دستش رو نگاه کن. هرچند این داره تجاری نگاه میکنه، تو داری کاملا تفریحی نگاه میکنی. من حکم اسلایم رو برام دادم بازی میکنم. بچرخو. خیلی کار سخت. 1 2 3 4 نشد اونجوری که باید. ولی سلاخ داره. ببین داره بزرگتر میکنه خمیر. فنیش؟ بله میکنی نه الان باید هی؟ آها تایید میتونم از تو پیتزازم در بیاد؟ الان قرمه سبزی اگر بود برشون درست میکردم دو سود. ولی خب این خب حقیقتا سخت، من اولین بارم. Yes, very easy. Thank you. Tapun ka. Thank you so much. ولی خیلی حال میده. خیلی دوستش دارم. بیا اینجا خمیراشونو باز کن دیگه تو. ها؟ میگم تو بیا اینجا خمیراشونو باز کن. باز نمی‌کنم که فقط باهاشون بازی کنم. کوکولی الان. برو بریم داخل رستوران ببینیم.
قبول کن. بای بای. Thank you. بای بای. دستام. اشکال نداره. اما... تکون. خمیره دیگه. سمت چپت برو. ما باید بشورم دستامو. برو بشور. دست شوی. بچه این هم بخشی از همون آشپزخونه است که خانم ها مشغول به کارن. ببین خیلی هیجان داشت. نم بود بچه. فضای داخلی رستوران به خاطر اینکه من چون میکروفون به همه میرم تو دستشوی صدا آب میاد. امروز انقدر هوا خوب بود که خیلی ها اصلا ترجیح دادن که داخل رستوران نشینن، به خاطر همین فضای داخل رستوران خیلی کاسبیش ضعیفه و بستنش. ولی قطعا شبهای دیگه هیچ کس بیرون نمیتونه بشینه، چون توی شب مثلا ساعت همین موقع شما دمای هوا بالای 33-34 درجه است. امروز 24 درجه 25 درجه بود و خیلی هوا دلنشین و مطلوب بود. به خاطر همین الان قسمت داخلی رستوران بسته است، هیچکی نیستش، همه توی حیاط نشستن. آها اینجا توی حیاط هم که میشینن توی رستوران ها معمولا 80-90 درصد میز ها پنکه میزنه و یه چیز جالب که پنکه خیلی کمک میکنه به خوب بودن هوا، یعنی قابل تحمل بودن اون گرما. تمام میزهایی که بالاشون یه دونه پنکه سقفی داره کار میکنه، بذارید نشونتون بدم. این پنکه سقفی ها دارن کار میکنن و گذشته از اونم که اینجا پنکه هایی هستش که گذاشتن برای هر میزی که گرمش باشه بیشتر ازش استفاده میشه. اه بابا خانم اومدن دستاشون شستن. صدای آب اومد دستام شستم. بعد خداشو آینش خیلی بالا بود، فقط دستام اینجوری شستم. بعد لحظه آخر اومدم دور اینجوری کردم که مثلا ببینم لباسام، دیدم او اینا همش سفیده. به هر حال خمیربازی این چیزا رو تمیزش کردم. بچه اینم فضای کلی رستوران بود. خدافزی کنی؟ خداحافظی کنیم ازشون؟ نه هنوز. آه این سن بشینیم؟ خیلی رستوران جالبیه. بچه هستیم در خدمتتون هنوز، بذارید ما دوباره مستقر بشیم سر میزمون. ممکنه یه اتفاق هیجان انگیز هم بیفته. قربونتون بشم. خیلی ممنون. آها آره. بذار یه دقیقه. من... باید میکروفون منو بگیرم. بچه از مدیر رستوران خواهش کردیم که سال نو ما رو تبریک بگن. خیلی دوست دارم که کنارشون باشیم و این کار رو انجام. سلام علیکم. سلام علیکم. علیکم سلام. ای مبارک. ماما دولورس. مرحبا. دست درد نکنه. خوش آمدید. خوش آمدید. خوش آمدید. ویلکام. قربونتون بشم. مرسی. تانکیو. تانکیو سو ماچ. اور پلیشر. تانکیو. مای پلیشر. رستوران ماما دولورس و واقعا همکاری هایی که با ما کردن بی نظیر بود، خیلی دوستشون داریم. و بهتون بگم اکثر جو کل تایلند اینجوریه، یعنی شما پیش هر کسی که میرید بهتون کمک میکنن و دوست دارن که خب به نفعشون هم هست، توی دنیا شناخته تر بشن توی توریستشون. یکم برو اون بر منم بیام تو کات، من کلم بلاش بیرم. مثل اسلایم بودم بازی میکردم. اسلایم بازی هم کرد با اولین بار هم بود که اصلا اینجوری گفت بنداز و دست جا به جاش کن که بزرگ بشه. خیلی باید آره آن پیدا بود از اینجا. آره مشخص بود. بچه نظرتون در مورد لایو های اینجوری چیه؟ دیگه چه باحال، ولی تو ایران اصلا اینجوری نیستن. میدونی توی ایران هم چرا؟ برخوردها، رفتارها، کارها
همه چی درست بشه به نظر من این اتفاقات خیلی بیشتر میفته که مردم با همدیگه همکاری داشته باشن و مردم همدیگه رو دوست داشته باشن. بچه ما خیلی دوست داریم نظرتون رو در مورد اینجور این تیپ لایف ها به همون بگین که شاید بخشی از محتوای پیجمون اصلا اینجوری باشه. آهنگ یونانی هست نمیدونم ولی شما میگید حتما هست. ولی مدلش انگار اسپانیاییه. همش تو یه سب کم میگه اطلاعی را دیم اینجا رو خوشی کنم آلیه واقعا آلی بود نه واقعا دوست داشتم بیام خوشم اومد انگار که توی تایلند نیستی انگار یه کشور دیگه هست. بسد البته اینم بگم بار امروز چون هوا خیلی خوبه انگار توی تایلند نیستی. نه اینکه خب همه کسایی که اینجا هستن هیچ کنون تایلندی نیست همه اروپایی هستن. اون یه دونه مشتری تایلندی هم نه اون طرف مثلا یه دونه بودن ولی فکر کنم که کره‌ای بودن سفید پوست بودن ولی چشم بادومی. یه نفر نوشتن که خیلی خوب بود یه همچین لایف هایی خیلی خوبه. ما عاشق اجرا کردن یه همچین لایف هایی هست خیلی راحت تر از لایف های توی این استگرام به نظر من یوتیوب چون میتونه خود واقعی باشه و همزمان انگاری که کنار اون شخص حضور داری انگار شما هم الان اینجا با مایید و با هم خیلی. هم فکری میکنیم دلچسب‌تره یعنی این سبک کار کردم شاید هم یه شبکه زدیم باشه یه شبکه ماهواره‌ای بزنیم قربونت بشم از آنجا میگن که آره خیلی خوبه آدم خیلی چیزا یاد میگیره انشالله که واقعا اینجوری باشه و باعث بشیم که ما خودمون که توی همه این مسیرها تازه داریم یاد میگیریم یعنی امروز یه جاهایی رفتیم که به زودی ولاگش حاضر میشه خیلی چیزا یاد گرفتیم اونجا توی تایلند اومدیم امروز همین رستوران رو خیلی چیزاشو یاد گرفتیم و باعث بشه که حالا این فرهنگ رستوران نشینی توی اینستاگرام بودیم اتفاقا لایو گذاشتیم توی اینستاگرام اعلام کردیم حتما از این به بعد چشم لایوامونو اعلام میکنم قبلش اعلام میکنم راست میگه دیگه همه گوشی دست از اون نیست که نه اصلا ببینه اگر این سبک لایو گرفتن رو دوست داشته باشید ما میتونیم هر شب برای شما لایو بذاریم چون هر شب یه ساعتی رو مقرر میکنیم راست اون ساعت لایومون شروع میشه لحظ اون ساعت تموم ممکنه که مثلا ما هر شب بیرون نباشیم توی خونه باشیم در حال انجام دادن کارهای روزمره‌مون توی خونه لایو هم میگیریم با هم دیگه صحبت میکنیم یعنی یک روز تو خونه ما هستیم با ما کامل اخبار شبانگاهی پاشو بیا تایلند قربونت میشم میگه من انگلیس هستم شما تایلند هستید خیلی هم دلم تنگ شد برای چیز تایلند خیلی دوست داریم تشریف بیاید اینجا ببینیم اتون بچه ها یکی از کشورهای بسیار بسیار خونگرم ساکت مهربون خوشرو آره واقعا امن امنیت تایلند خیلی بالاست یه چیزی رو ما متوجه شدیم یعنی من متوجه شدم هنوزم بهت نگفتم ما از روزی که اومدیم یک بارم در خونه رو قفل نکردیم یعنی در خونه باز شبا ما میخوابیم در خونه رو قفل نمی‌کردم این الان باز شب قفل نمی‌کردم سه غذا به هم اومدن تو خونه ما نبود بالا همینه حالت ما که خب اینم نداریم پس ما شبا در خونه رو قفل نمی‌کنیم یعنی در رو اینجوری دستگیر باز کنیم می‌شینی بیای تو خونه امنیت بالایی داره و این فرهنگ هم دارن و مثلا همسایه ها بچه های همسایه ها تو خونه هم دیگه میخوابن باته این رو توی شهرهای چرا دیگه میگه دوستای غزل میومده
شب نمیدونم داری این آدم بازی میکردم تا دیگه بچه بودن میگه آها میانم الان هم بینم که در باز میکنم یا تو آره خدا بود باباشون در میزنم نباشون در یک تکون میدنم که تو دوشون میامدم تو خونه آزم هم میانم این مثلا نشستم خیلی جالبه ولی واقعا اصلا اینجا اتفاقی از بابت امنیت نمیاد با خانمان اسم شب میرم بگم خرید میکنم میان بگم آره دقیقا بابا چقدر خوب ساعت میگن که من حتما میام من خانمم فیلیپینیه تازه بچه دار شدیم به خاطر کارهای بچه اومدیم انگلیس بعد از اینکه کارهای بچه یعنی پاسپورتش اوکی شد باز میایم بیاین حتما ببینیم اتون آشون نینی دارید ما دوست داریم ببینیم اتون من تعریف فیلیپین هم خیلی شنیدم ولی فکر کنم برای ما ویزاش خیلی سخته فیلیپین من فکر یه همچین چیزی شنیدم برای ایرانی ها فیلیپین ویزاش سخت و امنیتش برای خانوما بسیار بالاه یه شب تایلند دیگه آره یه شب نمیدونم چی شد که من و فاطیما تنهایی رفتیم سمت خونه ساعت 2-3 بود آها نه همون شبی که رفته بودیم نانا بعد بابا با چیز کرد گفت با موتور ببرمتون آره اومدیم ما رو گذاشت ساعت 3 اینا بود دیگه آره سر خیابون ما پیاده شدیم رفتیم کلی موتوری و اینا هم میمد رد میتونم ولی حتی نگاه هم نمیکنم نگاه هم نمیکنم اصلا اینکه حضور نداریم ما خیلی خوب امنیت شد حتی شاید مثلا توی مناطق خیلی پایین و چیز باشیم شاید یه کوچولو نه کدوم منطقه پایین ندارم هیچ منطقه پایین بالا نداره اینجا نه. که بس شاید همسایه روبرویت میلیاردره شاید تو مثلا زیر خط فقری یعنی محله هاش هم اینجوری اصلا بالا شهر پایین شهر نداره سلام محسن جان ولی با این که غذا نمیخوردیم هیچی نمون غذا نمونه همه سالات بشتر من یه سالات چایی میخوردیم از منم من آره بچه ها اینجا بزرگترین مشکلی که من دارم نبود چاییه البته تو هر جایی ها خب تو خونه هم درست میکنیم ولی مثل ترکیه نیست هر دو قدم یه چایی بخورم من تو مسیر خونه تو ترکیه هر 5 دقیقه یه بار مینشستم چایی میخوردم بهترین شهرش کدومه برای سیاحت به نظر من همش عالیه حتی یه سری از شهرهایی که توی بازار توریستش معرفی نشده جاهای توریستی داره آره دقیقا چایی تو استکانی کمه باری ولی به نظر من بیشترینش پوکته دیگه پوکت و جزیره هاش یا پاتایا و جزیره هاش همه شهر هاش راست میگه خیلی با پوکتون ها اصلا قابل مقایسه میشه یه دوستی داریم که اینجا قدیمیه و هیچ کس نمیتونه دیگه در مقابل اطلاعاتی بده میگن که همه شهر هاش واقعا یه سری از شهرها هستش که بری واقعا بی نظیره. ما تمام تلاشمون رو میکنیم که همه اینها رو به تصویر بکشیم اون موقع تصمیم گیریش با خودتون راحت تر میشه دیگه مثلا تصمیم میگیری که جنگل ببینی بلند میشه میری اون شهر تصمیم میگیری که دریا ببینی بلند میشه میری اون شهر هر شهر نسبت به خودش چه منظره هایی رو داره دعا کنید که بتونیم براتون پارت به پارت درست میکنیم این محتوا رو هنوز از بانکوک ما هیچی نتونستیم نشون بدیم هنوز تمام بانکوک که خیلی بزرگه خیلی زمان میبره که بانکوک رو بتونیم تمامش کنیم ما تفریحی نیومدیم نه ما اومدیم برای زندگی کردن و موندم پول دانمارک هم فکر کنم اینجا چیز باشه چیه باید؟ قابل چنج باشه فکر کنم کرونه آره همه پول ها رو اینجا به جز پول ایران ریال همه پول ها اینجا قابل چنجه پول دانمارک اگه اشتباه نکنم کرونه یا اون مال سوئده نمیدونم نمیدونم
ولی فکر کنم قابل تبدیلی. حتی با ویزا کارت مستر کارت هاتون هم میتونید اینجا خرید انجام بدید. خب میخونم. محسن جان نمیدونم دیگه، اونو خیلی دیگه بس تخصصیه. میگن قیمت کرون چنده، نمیدونم. چون سر و کار نداریم. توی گوگل بزنید خیلی راحت میتونید. یه سایت هست به نام سوپر ریچ، صرافی معتبر کارمند. وضعیت اینترنت، آهان رضا حرف سوال جالبی پرسیدی. وضعیت اینترنت اینجا میتونی خودت پهنای باندت رو انتخاب کنی، با چه پهنای باندی میخوای اینترنت روی سیم کارت توی خونه یا هر جایی که میخوای. مثلا توی ایران پهنای باند رو میتونی انتخاب کنی، ولی فقط صرفا روی اینترنت خونه، یعنی اینترنت های خونگی میتونی پهنای باند انتخاب کنی، ولی اینجا روی سیم کارتت هم میتونی پهنای باندت رو انتخاب کنی، به اضافه حجمت رو انتخاب کنی. نسبت به اون پکیج ها قیمتش متفاوت میشه، ولی بیشترین پهنای باندی که من دیدم 25 مگابیت بر ثانیه بود. پکیجی گرونی هم بود، یعنی ماهیانه 800 بت بود. 800 بت نزدیک به 1,000,000 تومان ایران میشه. آن لیمیتید حجم داشت ولی پهنای باند بالایی. ما الان پهنای باندی که برای کارمون انتخاب کردیم 12 مگابیت بر ثانیه آن لیمیتیده. Thank you so much. Thank you. دامارک سلش بایش 3.85 یعنی برابر با هر 1,000 تاش هر 1,000 کرون تقریبا 1 دلاره، نزدیک به 1 دلار، 1.2 دلار. 3,800 بت میدن بابت هر 1 کرون. چایی هم باوردن، ولی چاییش سبک عربیه، کمر باریک نیسته. اینجا میگن که تایلندی ها چجوری هن، من نابینا هستم، با آدم کمک میکنن. یه همچین مسائلی اینجا فوق العاده سر جاش نشسته، فرهنگ سازی شده. افراد ناتوان اینجا اصلا کمک های ویژه‌ای هم از طرف مردم دریافت میکنند و هم از طرف وسایط نقلیه عمومی. نمیدونم جاهایی که میرید فرق نمیکنه ناتوانیتون چجوری باشه خیلی برای مردم جا افتاده هست. یه همچین مسائلی، یعنی اصلا چیز عجیبی نیست برای مردم یه همچین چیزی. حتی برای خانمهای باردار هم میگن که حتی خیلی خیلی همه چیز فراهمه، حتی مسیر امیگریشنش درسته، اونم یعنی یه مسیر مختص به خودشونو دارن که معطلی نداشته باشن. حتی خب به خانمهای باردار و بچه ها کل دنیا اهمیت میدن. اینجا هم مثل همه جای دیگه ای از دنیا. بخور بیشتر ما نمیخوریم، به خدا پدرم ما نمیخوریم، اون خیلی زیاد. چاییشون سبک عربیه. چه وقتی از سال بهترین وقت برای اومدن به تایلند؟ من تا حالا این چیه توش؟ تقریبا ژانویه تا عید تقریبا بهترین تایم، اگر گرما اذیتتون میکنه. اگر میخواید میوه های خوشمزه هاشو ببینید از اردیبهشت به بعد بیایید، ولی خب گرماش هم تحمل کنید دیگه. بستنیه. این توش پونه است؟ بچه چایش خیلی بامزه است. قایده هم باید نعنا آدم. نعنا. ای بابا کامنت بلندی رو نتونستیم ببینیم. اگه میتونید دوباره بذارید. آره خب خیلی از جاهای دنیا میدونین چرا؟ چون که خیلی خیلی دخترهای تایلند مهربون هستن و شوهر دوست بهت بگم تقریبا. آره فاطمه رفته پیش بابا. من با خامش رو بیشتر دوست دارم. با خامه امتحان کردیم. فاطمه جشن فارغ التحصیلی داشت. آره مگه میشه شما امتحان نکرده چیز مدرسه شون یه مقطعی رو داره تموم میکنه بره مقطع بعدی.
بیستم یعنی در حقیقت امروز جشن فارغ التحصیلیش بود، مجبور بود بره پیش بابا و خب بابا هم تنها نمونه. فکر کنم که یه دونه ولاگ هم درست داره میخوانه فاطمه مربوط یه ولاگ جدید هم در مورد همون جشن فارغ التحصیلیش داره. کلن تحصیلات تو اون مقطع درس خوندن. مرسی. متاسفانه توی ایران توی ایران به بیناها و نابیناها فرق نمی‌کنه. ارزش آدمیزاد یک کمی پایینه توی ایران. چیه؟ خوشمزه. خوشمزه است یا بدمزه؟ نصف اونو به بنا میدنه. بستن این چه ذره ترشی داره. قربونت بشم شهرام جان. شهرام از مشهد عزیز مایی نزدیک امام رضایی مارم بسکر بشم با حالی مشهدین. آره شهرام عزیز توی مشهد. آره شهرام میشه هر موقع رفتید اونجا حرم. سلام ما رو برسونید. خیلی دلتنگی ما همین بگید سهند و بهار سلام میرسونه امام رضا ما رو میشناسه میدونه کیو میگید. آره حالا من چایی رو بیشتر روست دارم. من هرچی خودم امسا بیه طرفی ندارم شاید من قدیم سرم نمیدارم. خوشمزه قربونت بشم شرم جان. دیدن اون پارتمونو میگه که همون که خواب دیدید میگه کامل در جریانم. دمت گرم شرم. سبک چای آوردنش خیلی جالب بود. مثلا اون قوری رو نشون بده. آره اصلا یه دفعه از اینجا بچه ها یه چیز جالب بگم بهتون. رستوران خیلی لاکچریه خداییش. الان فقط میخوام محسن سوالت یادت نره یه چیزی نشون بدم به جواب تو رو بگم. لاکچری بود یه هایی این چای رو آوردن. این چه کتری و گوریه آخه. کلن تمام آمال و آرزوهام ریخت به هم ولی چاییه چایی هست. چاییش خیلی خوشمزه است. خوشمزه است آره. چایی رو هرجوری تو دستش همینجوری می آورد من میخوردم. بس من قرار نبود بخورم ولی خب سه تا سرویس آوردن یه منم خوردم. ولی خوب شد که یه دونه اضافه بودم. بچه در مورد هزینه مسافرت به اینجا پرسیدید. اولندش که تعداد روزها متفاوته. دومندش که بستگی به اشکال شما داره که به چی بگید اشکال. یکی هر شب باید یه شیشه ویسکی بخوره. آره واقعا چایش خیلی خوشمزه است. یکی شاید هر شب یه شیشه باید ویسکی بخوره، یکی شاید اصلا اهل مشروب نباشه. این متفاوته. ولی به صورت نرمال بهتون بگم که برای 4-5 روز یه هفته مسافرت فکر کنم از 1500 تا 2000 دلار فوق العاده خوش می‌گذره بهتون. میتونید خیلی خوب تفریح کنید. خیلی خوب، یعنی جاهای دیدنی رو میتونید ببینید. حالا تا این کمتر هم بشه میشه ها. آره خیلی لاکچریه این مبلغ. خب لاکچری نه، خیلی جاهای دیدنی تو مغزمه. آره فول. آره فول ببینی بین 1500 تا 2000. ولی اگر نه معمولی فکر کنم با 500 دلار هم کافیه. از 500 تا 1000 دلار کافیه. میشه آره چرا نمیشه؟ خونه برای یک ماه هم میشه اجاره کرد. یک روزه هم میشه اجاره کرد. ولی هتل هاش خیلی گرون قیمت نیستن که بخوای قابل مقایسه باشه. هزینه انرژی اینجا فوق العاده گرونه. شما یعنی اینجوری بهت بگم شاید برابر اجاره خونت پول برقت بیاد. اصلا بعید نیست. یه اجاره خونه شاید 3500 بد باشه، 4000 بد باشه، 3000 بد پول برق بدی اینجا. پول آب داری، پول نمیدونم، انرژی کمی گرونه. به خاطر همین اگر یه همچین چیزهایی رو محاسبه کنی، اینترنتی که میخوای اینجا مثلا توی واحدها اگر میخوای اینترنت مصرف کنی 500 بد باید بدی.
اگر اینترنت اینترنت رو بخوای محاسبه کنی همه اینا میبینی که هتل بگیری خیلی باصرفه‌تر. هر نفر 500 تا 1000 تومان. خب بسرفه هست برای یه سری هتل آپارتمان هم دوستان میگن که هستش اینجا که هزینه شارژ و برق و آب و اینا همش روش هستش، یعنی مثلا ما $300 $500 پرداخت کنید بابت همه چی، هر چقدر آب و برق مصرف بکنید. خب محدودیت نفر داره داخل اتاق چند نفر باشن؟ نهایت هم 2 تا 3 نفر هستش. یعنی خب خیلی از ایرانی ها چون توی ترکیه ما این تجربه رو داشتیم میگفتن که مثلا یه خونه 5 نفره بگیریم یه خانواده 7-8 نفری بریم داخله، خونه هست دیگه، یه کسی بهت نمیگه که چرا 8 نفری چرا 5 نفری. اینجوری میخواستن سفر کنن تا هزینه ها کاهش پیدا کنن. هتل آپارتمان هایی که هستن نمیشه، ولی خونه هایی که معمولی اجاره میکنید این امکان وجود داره. اونو بخوریم؟ من نه بخوریم، من خوردم، من دوست بخوریم. بزن تو عشق اینی به خدا من خوردم. من چای میخوام. خوردم آخه. خب منم خوب خوردم. شما آخه غذا هم نخوردی مدار؟ نه ما اصلا زیاده هم شیر میخور نسیم، اینو شما بخوریم نگه. نه خوب بود، یه ذره بستنیش من عاشق این چاییه شدم. چایی آتیشی درست میکردم؟ دقیقا آخه اینگار آتیشیه. آره سر زمین نشستیم. کنافه قبلا نه، من حاضرم بیرون کنافه بخورم دارم. خب میدونید که میتونه جای غذا رو بگیره، میتونه جای غذا رو بگیره چون پنیر پیتزا داره داخلش. خیلی بدتر از غذا سازم، غذا بخوری بیشتر کمتر چاموشی تایی. پنیر پیتزا داره، رشته داره، بستنی داره، بستنی داره، همه چیزش میتره کنه آدم. بچه در مورد کنافه حرف میزنیم، اینا میگن کنافه این فارسا. نه منم میگم کنافه. خب چون یاد گرفتم. آره دیگه از اونجا یاد گرفتم. البته فکر کنم عربا میگن کنافه. آره دارن خودشون. آره اصلا ببین لامجون این باقلوا اینا چیزاییه که معلوم نیستش که مال کدوم کشوره. این باقلوا مثلا باقلوا عربی با باقلوا ترکی متفاوته. عربی خیلی پرشهر، ترکی خورده خوشتر، اون شهر زیاد شیرینی داره. آخه تو ترکیه اکثر عربا می اومدن جعبه جعبه باقلوا می‌خریدن. هر طرف یا آذربایجان یا اون مدلش بیشتر بود. لایو رو میخوای ببندیم دیگه بچه ها برای امشب هم، یعنی الان لایو رو قطع کنیم، یه دونه ولاگ هم میذاریم براتون، ولاگ بازاره که خیلی کاربردیه به نظرم، خیلی اطلاعات کامل و جامعی توی اون ولاگ بازار هستش. بچه ها خیلی دوستتون داریم واقعا، از اینکه توی جمعتون ما رو پذیرفتین و هستیم خوشحالیم. خیلی دوستتون داریم، که بمونیم برامون بیشتر میبینیم اتون. دوستتون داریم. بای بای.